ببینید، خیانت جدید بانک ها به مردم، اپلیکیشن بله مربوط به بانک ملی، یه سری دقیقا یه اپلیکیشن پیام رسانه. اینجا رو شما بگیری، اپلیکیشن پیام رسانه، با این تفاوت که میتونی شما پرداختایی هم انجام بدی. توی بانک ملی کسی مسیرش بیفته اجباریه این نرم افزار نصب بشه. خب حالا اینجا رو شما دقت کنید، نرم افزار موقعی که میخواد نصب کنی نرم افزار رو، اپلیکیشن بله، میگه من read phone status and identity، میگه کلیه اطلاعات گوشیت رو من میخوام باید در اختیار من بذاری. receive text message، کلیه SMS هایی که برات میاد و باید در اختیار من بذاری و مخابره بشه به دیتا سنتر ما. take picture and videos، یعنی هر لحظه که خواست از دوربین جلو یا عقب میتونه عکس برداری کنه و ویدیو بگیره. record audio، هر لحظه که خودش صلاح دونه صدای تو رو ضبط بکنه. location تو رو مخابره کنه از طریق GPS کاملا دقیق. به کلیه کانتکت لیست دسترسی داشته باشه، هر کانتکت کارتی که میسازی دسترسی داشته باشه. و این جالبه، هر لحظه که شما به این وسیله رو، موبایلت رو به هر دستگاه یا طریق USB وصل کنی، اطلاعات اون دستگاه هم مخابره میشه. و جالبتر از همه اینه، این نرم افزار رو حتی اگر که شما پاک هم بکنی، بعد افزارش روی گوشیت میمونه و هر لحظه که گوشی شما روشن باشه، این خودش ران و استارت آپ میکنه این بعد افزار، و به کلیه این اطلاعاتی که گفتم دسترسی پیدا میکنه. من امروز با کل کارکنای بانک ملی جر و بحث داشتم خودم و قانع شدن که نرم افزارشون به درد نخوره، و خواهش میکنم از شما حواستون یه مقدار بیشتر جمع کنید. ممنون ازتون. گوشی هم به زورم مردم میگیرن. آره واقعا انجام ندی. من 15 نفر جلوم بوده، میگه بده این نرم افزار رو نصب کنم با... آره و جالب اینجاست که به من 15 نفر جلوم بوده، میگه بده نرم افزار رو برات نصب بکنم، کارتو انجام میدم. یعنی بعد من اومدم میگم نرم افزار رو نمیخوام، کارو انجام نمیدم، میگه این همه آدم جلوته. ممنون از شما عزیزم.